حالا یکی یا چند تا پیامو دارن میارن به سمت نخا، و اینجا هم نورونای حرکتی دارن پیامو از نخا میبرن بیرون. ببین ما عصبو قبلا تعریف کردیم، گفتیم آقا عصب چیست؟ عصب مجموع چند دندریت یا مجموع چند آکسون یا مجموع چند آکسون و دندریت با هم دیگه که یه بافت پیوندی دور اینا رو گرفته. من میگم عصب، این میشه عصب. الان من اینجا رو نگاه کن، اینجا رو ببین حواسا جمع. ببین من اینجا یه خطی میکشم، من این مجموعه رو میگم یک عصب نخایی، یک عصب نخایی. ببین عصب نخایی از اینجا به اینوره ها، اینجا من عصب نخایی ندارم ها، عصب نخایی اینوره. آقا عصب نخایی توش چی داره؟ ببین دندریت نورون حسی، دندریت نورون حسی و آکسون نورون حرکتی. این آکسون حرکتیه، من اینا رو میبینم. این برم باز عصب نخایی میبینی. ببین این مجموعه، این میشه عصب نخایی. آقا من اینجا چی دارم میبینم پس؟ نگاه کن یه خط اینجا بکشم بذار. آه من اینجا دارم یه جفت عصب نخایی میبینم، یعنی یه عصب نخایی این بر، یه عصب نخایی این بر، دو تا عصب نخایی شد جز یه جفت عصب نخایی. دقت کن حواسا جمع. ببین ریشه یه پشتی جزء عصب نخایی نیستا، عصب نخایی از اینجا به این بره، ریشه یه شکمی جزء عصب نخایی نیست، نورون رابط جزء عصب نخایی نیست. من جسم سلولی نورون حسی رو در عصب نخایی نمیبینم، عصب نخایی اینجاست. فهمیدی چی شد؟ سارا همیشه نه، همیشه نه، در اکثر موارد. ببین حالا اسم میهمان، اسمتو نمیدونم چیه، اسمتو بگو. زهرا، زهرا ببین اینجا رو من توی ببین خود عصب، توی خود عصب من سیناپس نمیبینم. عصب تعریف عصب رو میاد بگیر. ما گفتیم تار عصبی چیه؟ تار عصبی یه دندریت بلنده یا یه آکسون بلنده. حالا عصب چیه؟ مجموع چند دندریت یا مجموع چند آکسون. اینا نمیتونن منقطع بشن، یعنی یه عصب وسطاش قطع و وصل نمیشه، یه پارچه میره، یعنی نمیتونه وسطش چندین تا سیناپس، یک پارچه است یه عصب کامل. قبل از اینکه عصب نخایی به وجود بیاد، من آره چندین تا سیناپس اینا از این بر اون بر میان، اینجایی که به هم رسیدن یه پارچه شدن میشن عصب نخایی. ببین قبل از اینکه برسه به اونجای نخا، قبل از اینکه برسه به اینجا، آره گرفتی؟ این اصلا سیناپس نباید ببینم، اصلا نباید ببینم. الان اینجا نگاه کنید، اینجا نگاه کنید. پس ما نه نورون رابط در عصب نخایی میبینیم، نه دندریت نورون حرکتی رو میبینیم، نه جسم سلولی رو میبینیم، نه پراکسون حرکتی. این میشه یک برش عرضی از نخا که من دارم اینجا میبینم. یه چیزی رو دقت کنید، ما یه تعریفی کردیم، گفتیم یک دستگاه عصبی مرکزی داریم، یک دستگاه عصبی محیطی داریم. مرکزی شد مغز و نخا، مغز و خود مغز و خود نخا میشه دستگاه عصبی مرکزی. یعنی ببین این عصبای نخایی که دارن به اینجا وارد میشن یا از اینجا میرن بیرون جزء دستگاه عصبی مرکزی نیستن، جزء محیط هم دیگه، دارن از محیط اضافه میشن، از محیط دور میشن. اینجا این اتفاق داره میفته، جزء محیطی هم. ما اگر نگاه کنیم توی بدنمون، ما 31 جفت عصب نخایی داریم، 31 جفت عصب نخایی.
دقت کن، 31 جفت یعنی 31 از این شکلات کشیدم، یه عصب نخاعی این بر یه دونه این بر میشه 31 جفت. 31 جفت عصب نخاعی یعنی 62 عدد عصب نخاعی، 62 عدد عصب نخاعی. حالا آقا هر عصب نخاعی یه ریشه پشتی داره، یه ریشه شکمی، یه دونه پشتی یه دونه